سلام بر شما، به این برنامه سفیده آخر هفته خوش آمدید. در این برنامه در دو بخش، نخست به تحولات اخیر در رابطه ایران و آمریکا می‌پردازیم و در بخش دوم نگاهی می‌کنیم به مفهوم پرستو در ادبیات سیاسی و امنیتی ایران. دونالد ترامپ همین چند ساعت پیش در کاخ سفید گفته که ایران ضعیف شده و خواهان گفتگوست. او در سفرش به ژاپن هم گفته بود که با همین حکومت ایران میتواند کشور بزرگی باشد. جمله‌ای که بسیاری آن را چراغ سبز دیگری دیدند برای مذاکره با جمهوری اسلامی. اما رهبر جمهوری اسلامی گفته حکومتش به گفته او درباره مسائل ناموسی انقلاب، یعنی درباره توانایی نظامی، مذاکره نمی‌کند. همزمان عربستان میزبان سه نشست کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیه عرب و همچنین جلسه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را با انتقاد از ایران آغاز کرده، گرچه گفته قصد جنگ ندارد. در این برنامه سه مهمان دعوت کردیم که در این باره صحبت کنیم. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان با ماست. توماج تاهباز، روزنامه‌نگار متخصص در باره شرق و جنوب آسیا از راجستان هند. و اینجا در استودیو فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. اما قبل از شروع بحث با مهمانان صحبتی داشته باشیم با همکار من کسرا ناجی که در مکه است برای پوشش خبری اتفاقاتی که اونجا در این کنفرانس ها در جریانه. کسرا، یه مقدار از حال و هوا به ما بگو. میدونیم که عربستان با انتقاد از ایران شروع کرده این جلسات رو، چه گفتند و چطور دیده شد حرف های عربستان اونجا؟ اینجا روشنه که عربستان یک مبارزه بزرگی رو شروع کرده برای افزایش فشار علیه ایران. از چند روز گذشته در واقع حرف از این بوده که ایران باید رفتارش رو عوض کنه. همین 10 روز پیش بود که در واقع پادشاه عربستان از رهبران کشورهای عربی و اسلامی دعوت کرد که به اینجا بیان و مسئله ایران رو به بحث بگذارن. امروز اینجا خیلی از این رهبران کشورهای عرب و اسلامی وارد اینجا شدن برای این کنفرانس. در واقع 3 کنفرانس سران هست: کنفرانس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس، کنفرانس سران عرب و همچنین کنفرانس سران کشورهای اسلامی که قرار امشب و فردا شب برگزار بشه. و در طول امروز من شاهد بودم که چطوری این تلویزیون‌های محلی دارن این مسئله رو پوشش میدن و خیلی جالب بود که لحن صحبت‌ها خیلی تند علیه ایران است. دائم دارن از ایران انتقاد میکنن، به ایران حمله میکنن. آدم‌های مختلف، کارشناسان، صاحب نظران در تلویزیون. اینجا در فرودگاه الان ما مکه هستیم، در جده که حدود 1 ساعت 1.5 ساعت با اینجا فاصله است، فرودگاه اونجا یک نمایشگاه گذاشتن برای کسانی که از راه جده وارد اینجا میشن، مهمان ها. و این نمایشگاه نمایشگاهی است از آنچه که باقی مانده از موشک ها و پهپادهایی که ایران به گفته عربستان از طریق حوثی ها علیه عربستان به کار برده، علیه شهرهای عربستان، از جمله همینجا در مکه. این رو به نمایش گذاشتن که نشون بدن که ایران یک مشکل بزرگ هست و باید بهش رسیدگی بشه. خب مشخص هست که عربستان هزینه زیادی کرده، این نشست‌ها رو داره برگزار میکنه، به دنبال این هم هست که یک اتحادی علیه ایران تشکیل بده. اما اونجا چی میبینی؟ آیا موفق شده؟ هنوز زوده گفتن. به نظر میرسه که دنبال یک ائتلاف جدید هستن از کشورهای اسلامی و کشورهای عربی، همون جوری که ما چند ماه پیش شاهدش بودیم. آمریکا داشت دنبال میکرد در کنفرانس ورشو
اون موقع آمریکا دنبال این بود که تعدادی از کشورها رو جمع کنه، حدود 50 کشور رو جمع کرد و اونجا ادعا کردن که یک ائتلافی رو ایجاد کردن علیه ایران. اگرچه اما اگرها زیاد بود، نمیدونیم واقعا چند کشور شرکت کردن و از اون موقع تا حالا ما چیزی از اون ائتلاف ندیدیم. الان هم به نظر میرسه عربستان و همپیمانانش در این منطقه مثل امارات، بحرین، اینها دارن همین رو دنبال میکنن در این منطقه، در منطقه کشورهای عربی، کشورهای اسلامی و وسیع‌تر از این منطقه، و میخوان این ائتلاف رو تشکیل بدن و این ائتلاف نوعی فشار رو بر ایران اضافه کنه. ولی همونطوری که میگه، همین دیشب جایی بودم که همکارم داشت مصاحبه میکرد با عادل الجبیر که وزیر مشاور در امور خارجه است، و اونجا صحبتش دائم تکرار میکرد که ما دنبال جنگ نیستیم. ما میدونیم که اگر جنگ شروع بشه ممکنه یک تبعاتی داشته باشه که غیر قابل پیش بینی باشه، هزینه‌اش انسانی و غیره زیاد خواهد بود، ضربه بزرگی به اقتصاد منطقه خواهد بود، بنابراین دنبالش نیستیم. اما دنبال فشار علیه ایران هستند که فشار، این فشار به خودی خود بتونه رفتار ایران رو به گفته عربستان سعودی عوض بکنه. از چه طریقی؟ ولی نکته اینم هست که از چه طریقی فشار عوض کنن؟ فشار خب همین فشارهای سیاسی، اگر بتونن یک ائتلاف بزرگی درست کنن، کشورهای زیادی زیر این اعلامیه موضع سختی علیه ایران بگیرن، صف بکشن جلوی ایران، تحریم‌های بیشتر علیه ایران صورت بگیره، فروش نفت ایران به صفر برسه، فشار اقتصادی زیاد بشه، این صحبت‌ها باعث بشه که ایران تغییر روش بده. اما این رو هم همین آقای عادل جبیر صحبتش این می‌کرد که ما دنبال نوعی تغییر رفتار هستیم که در واقع به مثابه تغییر رژیمه، اگرچه ما دنبال تغییر رژیم نیستیم، ولی اگر این تغییراتی که ما میخوایم صورت بگیره، این رفتار عوض بشه، در واقع رژیم جمهوری اسلامی به این شکلی که هست نمیتونه وجود داشته باشه. متشکرم کسرا ناجی، خبرنگار ما از مکه با ما، جایی که داره کنفرانس های مختلفی که در اونجا برگزار شده رو پوشش میده. بذارید با کارشناسامون بحث بکنیم. آقای حسینی فرد، نظر شما راجع به این اجلاس بزرگی که در عربستان برپا هست چیه؟ آیا فکر میکنین عربستان موفق بشه که اون چه که میخواد، صحبته که از کسرا شنیدیم، رو به کرسی بنشونه؟ اول باید در نظر داشته باشیم که این اولین بار نیست که عربستان دست به یک همچین مثلا کارزاری میزنه علیه ایران. از سال 2015 یا از سال 1994 دست کم 3-4 تا ائتلاف مختلف و عربستان تشکیل داده، از اون ائتلاف جنگ در یمن، ائتلاف اسلامی علیه تروریسم، ائتلاف نظامی علیه تروریسم که به نوعی ایران را هم در کنار القاعده و مثلا داعش نشوندن، و ائتلافی که خود علیه قطر تشکیل دادن که خب همین الان میبینیم که مجبور شدن از قطر هم دعوت کنن بیان در جلسه شرکت بکنه، و الان این صحبتی که الان دارن میکنن. به نظر میاد که عربستان 3-4 تا مشکل داره که دوباره یک همچین اجلاسی رو فراخونده. یکی اینکه واقعا این توی یمن با بنبست مواجه شده این جنگ و نمیتونن پیش ببرن، مجبورن که دائم یه مقدار فرافکنی بکنن، به خصوص راجع به نقش ایران، هرچند ایران درگیره در اونجا، نه اینکه درگیر نیست، ولی این مقداری که تبلیغ میشه که ایرانه که اونجا داره نقش اصلی رو بازی میکنه، مثل سوریه و اینا، اینجا به این شکل نیستش. ولی عربستان به هر صورت باید نوعی هم عرصه بین المللی و هم عرصه داخلی رو توجیه بکنه برای این ادامه جنگ به بنبست رسیده. در این حال حملاتی هم که در منطقه شد به کشتی ها، به 4 تا کشتی در فجیره و به مثلا اون پمپ منابع تاسیسات پمپ نفت خود عربستان، برای عربستان خب سنگین بود که بدون واکنش بمونه، هیچ واکنشی نشون نده. اینها یک طرف، در این حال اینی که آمریکایی‌ها هم بیشتر زیر فشار بذارن، حالا چه از طریق تشدید تحریم‌ها، همونطور که آقای ناجی هم اشاره کردن، چه از طریق اینی که آمریکایی‌ها به رغم فروش بزرگ تسلیحات به کشورهای عربی، ولی تا حالا حاضر نشدن یک سیستم دفاعی مشترک مثل اون چیزی که با ناتو دارن ایجاد بکنن برای کشورهای عربی. تو این زمینه‌ها هم به نظر میاد که عربستان خب می‌خواد فشار خودش رو بیاره و بیش از پیش امنیت ایجاد بکنه برای خودش و متحدانش. خب اما به نظر میسه عربستان، حالا پیش از این آقای حسینی فر اشاره کردن، بیشتر در کشورهای عربی تلاش هاش رو انجام میداد. الان به نظر میاد که خیلی طیف و
وسیع‌تری از کشورهای اسلامی رو میخواد زیر این پرچم بیاره. چقدر ممکنه موفق بشه؟ مثلا با توجه به شناختی که مثلا از پاکستان داریم، رفتارهایی که از پاکستان میبینیم این روزا. بذارید من در ادامه صحبت آقای حسینی فر یه نکته رو به خدمتون بگم. گفتن که مثلا عربستان در تلاش یک ناتو مانند برای مثلا یک جبهه دفاعی در مقابل ایران هست. اتفاقا یکی از نکاتی که مطرح شده و عربستان به دنبالش هست، بخشی از قراردادهایی که میان اتحادیه عرب وجود داره، بخشش هست دفاع مشترک و همکاری های اقتصادی. عربستان در تلاش احیای این به اصطلاح قرارداد هست. منتها خب همونجوری هم که دوستان اشاره کردن، با توجه به اختلاف گسترده‌ای که بین کشورهای اتحادیه عرب وجود داره، از اون طرف الجزایر و تونس، مراکش سر به اصطلاح جبهه پولیساریو و صحرای غرب اختلاف شدید دارن، سودان و مصر سر آب نیل با هم اختلاف گسترده دارن، عربستان و امارات و به اصطلاح عربستان و امارات در یمن به اون صورت مشغول هستن که فاجعه آمیز واقعا، سوریه و لیبی و یمن هم که به اون شکل هستن. یعنی الان به هیچ عنوان امکان فراهم آوردن یک جبهه به اصطلاح متحد و منسجمی در مقابل ایران عملا وجود نداره. اما بعد تبلیغاتش همجور که دوستانمون اشاره کردن خیلی مؤثره و احتمالا این هدف کوتاه مدت به اصطلاح این برگزاری این نشست ها با فاصله بسیار کم و مثل زلزله ایجاد کردن، احتمالا بعد تبلیغاتی این براشون بیشتر مهم بوده. آقای طاهباز، تو این هفته اتفاق مهم دیگه که افتاد حرفهایی بود که آقای ترامپ زد در ژاپن که بسیاری رو به این نتیجه رسوند که احتمالاً آقای ترامپ منظورش این هستش که اون پروژه‌ای که خیلی ازش صحبت می‌کردن، پروژه تغییر رژیم، فعلا قرار نیست که اتفاقی درش بیفته، با همین رژیم میخواد آقای ترامپ به توافق برسه. به نظر شما ژاپن چه ویژگی‌هایی داره که احتمالاً به عنوان میانجی ممکن است انتخاب شده باشه؟ می‌دونیم که صحبت این هستش که آقای آبه بره به تهران بعد از سفر آقای ترامپ به ژاپن. مهمترین ویژگیش این جوابه اینه که هم با دونالد ترامپ رابطه خیلی نزدیکی داره و هم این که تقریبا با مقام های ایرانی رابطه نزدیکی داره. یعنی در واقع حرفاش برای مقام های ایرانی تقریبا قابل فهمه. این فقط آقای آبه نیست، تقریبا مقام های ارشد کشورهای آسیایی از نخست وزیر هند گرفته تا رئیس جمهوری ژاپن یا نخست وزیر رئیس جمهوری کره جنوبی تا نخست وزیر ژاپن، عمدتا حرفایی که میزنن برای مقام های جمهوری اسلامی به دلیل نزدیکی های درک و کلا مسائلی که در بین جنوب و شرق آسیا وجود داره برای ایران قابل درکتره. در نتیجه این چیز عجیبی نیست. در ضمن میدونیم که روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن به سالهای سال قبل برمیگرده، تقریبا نزدیک به 100 سال قبل برمیگرده و باز هم عجیب نیست که شینزو آبه، مدت هاست که شینزو آبه میخواست بره ایران. بعد از اینکه برجام امضا شد شینزو آبه قرار بود بره به ایران، بعد این اتفاق نیفتاد تا اینکه آقای ترامپ از برجام خارج شد و تا الان که این موضوع مطرح شده. موضوع مهم اینه که گفته بود که میخواد بره به ایران، ولی این موضوع رو موکول میکنه بعد از مشورت با ترامپ بعد از سفرش به ژاپن، که ظاهرا ترامپ علاقمند بوده به این که آبه با مقام های ایرانی گفتگو بکنه. نکته جالبی هست همین که الان ما میبینیم که زمان مشخص نشده. گفته شد آقای آبه میره به تهران ولی زمان مشخص نشده. احتمالاً گویای این هستش که هنوز طرفین سر اینکه قرار است آقای آبه در تهران چه بکنه و راجع به چی صحبت بکنه دارن به یه توافقاتی میرسن. ما نمیدونیم ولی میتونیم حدس بزنیم این رو. اما از طرف دیگه میدونیم که ژاپن جزو کشورهایی بود که معاف بود در مورد خرید نفت ایران از تحریم‌های آمریکا. اما بلافاصله وقتی آمریکا این تحریم ها رو در واقع برگردون و معافیت رو لغو کرد، گفت که ما حاضریم که خرید نفت رو از ایران قطع بکنیم. آیا این جور در واقع نشانه هایی که ژاپن داده برای مقام های ایران اون رو تبدیل به یک کشوری نمیکنه که نتونه به عنوان میانجی روش حساب بکنه، احساس بکنه که به نوعی بیشتر به طرف آمریکا هست؟ نه، بذارید یک موضوع رو براتون روشن بکنم. در آسیا به خصوص در جنوب میگم، در هند، ژاپن و کره، شبه جزیره کره، مسئله نفت فقط مسئله ایران نیست. مسئله گرفتن نفت از کل
خلیج فارس و کشورهای تولید کننده نفت که این ابرقدرت‌های اقتصادی آسیا بهش وابستن. اگر تنشی در خلیج فارس اتفاق بیفته مهم نیست که این کشورها از ایران نفت وارد میکنن یا نکنن، اصلا ممکنه ورود نفت واردات نفت از ایران به ژاپن به صفر برسه مثلا برای یک مدتی، ولی مسئله اینجاست که هر تنشی برای ژاپن بسیار گران قیمت خواهد بود. اگر برای یک مدت کوتاهی کشوری که عملاً کره جنوبی و ژاپن میدونید هیچ دسترسی به منابع انرژی ندارن، برای اونها اینکه به نفت دسترسی نداشتن مسئله ایران نیست، مسئله تنش‌هایی که ممکنه اساساً کلاً یک مقدار زیادی از نفتی که اونها از کشورهای دیگه در خلیج فارس از امارات متحده عربی از عربستان عراق و غیره وارد میکنن ممکنه با خطر روبرو بشه. این فقط مسئله نفت ایران نیست، موضوع تنش‌ها برای اونها برای این کشورها مسئله خیلی مهمیه. آقای حسین فر، این بحث اینکه تنش میتونه برای کل دنیا یک مسئله بسیار ترسناکی باشه ما از همه طرف ها میشنویم، از کسانی که به محل اتفاقات نزدیک هستن میشنویم، از کسانی که دورتر هستن حتی همینطور که آقای طاهباز گفتن از چین و ژاپن و غیره هم میشنویم، ولی چطور در واقع هماهنگی بین المللی میبینیم برای جلوگیری از یک درگیری احتمالی؟ ما میبینیم که به هر حال کشورها نگران هستن، راجع به نگرانی هم صحبت میکنن، اما آیا واقعا دیده میشه که یک اقدام عملی برای جلوگیری از یک درگیری احتمالی بین ایران و آمریکا به صورت که واقعا تاثیرگذار باشه انجام بشه؟ والا چیزی که بیش از همه اتکا میکنن به روندها و رویکردها در خود واشنگتن، یعنی واقعیتش اینه که شده الان آقای ترامپ به نوعی چی میگن تکیه‌گاه صلح در کل این منطقه، اونم به این معنا که شاید در کل سیستم ایالات متحده یعنی تو هیئت حاکمش صرف نظر از کسانی مثل آقای بولتون و پومپئو، خود آقای ترامپ تنها کسیه که هنوز متمایل نیست به جنگ، هنوز با توجه به برگ‌های برنده‌ای که در صحنه سیاست داخلی داره، در صحنه خارجی داره و قول‌هایی که انتخاباتی که داده، اصولاً با توجه به اینکه فشارهای حداکثری هم که خب سیاست فشارهای اکثری که علیه ایران هم داره اعمال می‌کنه داره نتیجه میده از نظر خودشون، همونطور که باز امروز سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده، خود آقای ترامپ اعلام کرده که ایران داره ضعیف میشه، شاید به این شدت نیست ولی به هر صورت داره تأثیرات خودش رو می‌ذاره. از این جهتش اگر ما به طرف پایان این دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ بریم، اگر مسئله به نام بسلا این تن و مسئلات اقتصادی پیش نیاد که نیاز بشه که یک دست به یک اقدام خارجی بزنند، اگر مسئله بسلا این استیزاهش که الان دوباره مسئلهش مطرح شده به دموکرات ها میخوان پیگیریش بکنند به نوعی ایجاب نکنه که دست به یک عمل خارجی بزنند که به نوعی صحنه داخلی رو تا حدودی منحرف بکنن از این مسائل، مسئله از این دسته که میتونه یه مقدار خطر جنگ رو عمده بکنه. ولی در حال حاضر هم به رغم تلاشایی که آقای بسلا پومپئو میکنه یا آقای بولتون دارن انجام میدن به نظر نمیاد که خطر جنگ آنچنان عمده باشه، کما اینکه خب ایران هم میگه که ما الان چیزی با نام خطر جنگ رو نداریم. به همین خاطر در عرصه بین‌المللی ما نمی‌بینیم که آنچنان خب اروپایی ها مثلا بسیج بشن یا کشورهای دیگه. اینه که آقای بسیار شینزو آبه هم داره میره اونجا، همونطور که شما هم اشاره کردید، مادام که معلوم نباشه که میخواد راجب چی بره مذاکره بکنه، عمدتا راجب اینکه جنگی رو مانع بشه نمیخواد بره، هرکی میخواد بره شاید همین سطح تنش هم بیاره پایین. تضعیف شدن ایران صحبت کنه، آقای ترامپ گفته ایران تضعیف شده داره میاد سمت میز مذاکره و میاد بالاخره، این صحبتی است که خیلی تا به حال چندی بار مطرح کرده، الان هم صحبت میکنه. نشانه هایی که میدن یکیش این هستش که ببینید حزب الله مجبور شده که از خیریه ها کمک بگیره برای اینکه کمک ایران بهش قطع شده، یا مثلا شواهدی از اینه. واقعا چقدر اینها قابل اتکاست؟ چقدر با این نشانه ها میشه دید که واقعا ایران الان تضعیف شده در منطقه؟ آخرین باری که بنده لبنان بودم اون صندوق های کمک به حزب الله بود، اون صندوق ها گوشه کنار شهر بیروت مخصوصا در جنوب هست که همه میان یه حالا کمک خیریه جمع بکنن. واقعیتش این هست که تحریم ها و فشارهای اقتصادی تا به حال موفق نشده کشوری رو به سمت گفتگوی سازنده و مؤثر و صلح پایدار بکشونه. شما مورد صدام حسین دارید، در تا آستانه نابودی کشور رفت. این تحریم ها و فشارها بر کشوری مثل کره شمالی هرگز اثر نکرده. برای اینکه یک کشوری از فشارهای خارجی اثر پذیر باشه به اصطلاح رگه های محکم دموکراسی لازمه واقعا، و در مورد حالا ایران بحث هست. اساساً احتمالاً این فشارها اون هدفی رو که دنبال میکنه دنبال نخواهد کرد. احتمالاً ایران به اون مثلا نیروهای نیابتیش بیشتر خواهد پرداخت
و به هیچ وجه اونها رو کنار نخواهد گذاشت، چون مخصوصا اگر که شرایط به اصطلاح موجودیتش رو در خطر ببینه، اون دیگه تنها آخرین به اصطلاح کارت ایران خواهد بود. از این نظر واقعا اختلاف نظر هست میان اینکه آیا اون تحریم‌ها فشار، آیا فشارها خیلی کارساز بوده؟ نه، احتمالاً جریان نفت هم به طور کامل قطع نخواهد شد و احتمالاً در میان کسانی هم که الان تحریم‌ها رو مجبور شدن اعمال کنن در راستای به اصطلاح هماهنگی با آمریکا، ممکنه واقعا اختلاف نظر پیش بیاد در دراز مدت. در مورد همین ماجرا آقای خامنه‌ای صحبت کرده، آقای حسینی، اول میخوام بپرسم شما با این نظر موافق هستید که ایران رفتارش تغییر نکرده و تحتیم فشارها هم احتمالاً بعید هست که تغییر بکنه؟ چون آقای خامنه‌ای هم گفته ما در مورد توان نظامیمون، مسئله ناموسی انقلاب هست، گفتگو نخواهیم کرد. خب مثلا مایه های از مصلحت گرایی همیشه در این رفتار 40 ساله جمهوری اسلامی دیدیم. در نظر بگیریم که چه مسئله اشغال سفارت که چجوری پایان پیدا کرد، جنگ ایران عراق باز تحت چه فشارهای ایران نهایتاً چرخش پیدا کرد، همین دور قبلی مثلا بحران هسته‌ای هم به هر صورت درسته که تحریم ها تنها عامل نبود، ولی عامل بسیار مهم میشد در این که در مثلا تهران چرخش انجام بدن و بیان نرمش قهرمانانه انجام بشه و بیان پای میز مذاکره. الانش هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی شاید این تصور رو که ما باید مقاومت بکنیم، طبق اون شعار ملک و شعرهای بهار، جز چی میگفت، جز انتظار و جز استقامت وطن علاج دیگر ندارد، ظاهرا اینا هم رفتن پای اینی که حتما تا پایان دوره آقای ترامپ صبر و فرج رو در پیش بگیرن، صبر رو پیش بگیرن، شاید که در آمریکا تحولی شد و لازم نباشه که اینا پای میز مذاکره‌ای برن با این شرایط. ولی اینکه حالا این واقعا این تغییر انجام بشه در آمریکا، دور دوم آقای ترامپ پیش نیاد، اینها همش فرضیاته. به نظر میاد که ایران ابتکارات و اهرم‌های بسیار بیشتری داره که بخواد از این بنبست خودش رو بکشه بیرون بدون اینکه لزوما دچش رو از دست بده. یعنی به نظر میاد این بنبستی که ایجاد کردن برای خودشون، نه جنگ نه مذاکره، به خصوص که آقای ترامپ کماکان در قدرت هم بمونه و این تحریم ها هم بیش از پیش جامعه ایران رو به عقب برونه، دچار سکته بکنه، اینها راه حل نیست. در مورد خود کره شمالی هم در رابطه با صحبت خانم امان عرض کنم، اونجا هم اون زمانی که تحریم ها به حد اکثر رفت و کشوری مثل چین هم نهایتا پیوست به این تحریم ها، نهایتا پیونگیانگ چرخشی پیدا کرد و اومد پای میز مذاکره. اینه که حالا دو طرف خواستای حد اکثریشون همچنان نمیذاره که به یه توافقی برسن، یه چیز دیگه است. در مورد ایران هم میشه مذاکرات رو در یک شرایطی تصور کرد، ولی خب شاید مدت بسیار درازی طول بکشه تا توافقی به دست بیاد. بذارید آقای تاهباز رو وارد این بحث بکنم. آقای تاهباز، شما در شبه جزیره کره بودید، با اونجا آشنا هستید، فکر میکنید که آیا اون نسخه‌ای که آقای ترامپ در مورد کره شمالی اعمال کرد و خودش فکر میکنه موفقیت آمیز بود، حالا خیلی های دیگه شک دارن در اینکه چقدر موفقیت آمیز بود اون گفتگوها، در مورد ایران هم عمل میکنه؟ من قاعدتا مسئله کره شمالی رو با مسئله ایران مقایسه نمی کنم. الان میتونم درباره کره شمالی براتون صحبت کنم. من نزدیک به 8 سال به شبه جزیره کره سفر میکنم، با بسیاری از پناهجوها و مهاجرای کره شمالی دیدار کردم، کسانی که در کمپ ها زندگی میکنن، کسانی که وضعیت اسفناکی داشتن وقتی تونستن از کره شمالی فرار بکنن. وضعیت در کره شمالی خوب نیست، یعنی در واقع خوب نیست، کلمه خوبی نیست، باید گفت اسفباره، افتضاح شرایط اقتصادی و زندگی مردم. از اون چیزی که ما میدونیم، از اون چیزی که ما میتونیم، اطلاعاتی که ما میتونیم بگیریم خارج از پروپاگاندا و تبلیغاتی کره شمالی راه میکنه، وضعیت خوبی نیست. من این وضعیت رو قاعدتا نمیتونم با ایران مقایسه بکنم، تو سال هاست ایران نبودم، ولی میتونم بگم که سیاست های آقای ترامپ مربوط به دو سه سال گذشته میشه. وضعیت کره شمالی، یعنی شرایطی که کره شمالی، دشت کره شمالی ایجاد شده، برمیگرده به دهه های گذشته. البته از زمانی که کیم جونگ اون به رهبری رسیده تا سال 2018 این وضعیت و شرایط بدتر شد، به خاطر اینکه آزمایش های موشکی و آزمایش های هسته‌ای و ارتش بیشتر شد. ولی من فکر نمی کنم بتونم شخصا وضعیت ایران و کره شمالی رو هم مقایسه کنم. در مورد چین هم برامون بگیم، با توجه به اینکه آقای ترامپ امروز اتفاقا چین و ایران رو کنار هم گذاشته، گفته ببینید چین ضعیف شده میاد پای میز مذاکره، ایران هم ضعیف شده میاد پای مذاکره، واقعا چقدر چین در این دعوا الان نقش تعیین کننده ای داره؟ آیا اصلا میخواد وارد این بازی با ترامپ بشه در مورد ایران یا نه؟
یه چیزی که معمولا در مورد چین نادیده گرفته میشه اینه که از نظر تاریخی و فرهنگی چین یک کشوریه که اساسا سیاست‌های تهاجمی نداره، یعنی همونطور که می‌دونیم چین بزرگترین و گسترده‌ترین و طولانی‌ترین دیوار رو دور خودش کشیده. این به خاطر این بوده که همیشه معمولا چین یک سیاست دفاعی داره نه یک سیاست تهاجمی. درباره اینکه دقیقاً بشه چین رو با کشورهای دیگه مقایسه کرد، باز هم من یه خورده عقب میشینم، ولی لزوماً سیاست هایی که در قبال کشوری مثل چین، دومین ابرقدرت بزرگ اقتصادی جهان و مهمترین اقتصاد آسیا، با سیاست هایی که میتونه در قبال ایران عمل بکنه، به ویژه با نگاه به وضعیت فرهنگی و سیاسی این کشورها، با نگاه به وضعیت تمدن و تاریخی این کشورها قابل مقایسه نیست. من فکر میکنم که چین به هر حال در شرایطی قرار داره که در حال حاضر میتونه، یعنی المان هایی رو در اختیار داره یا ابزارهایی رو در اختیار داره که بتونه از اونها استفاده بکنه در برابر فشارهایی که ایالات متحده وارد میکنه. سوال اصلی اینه که آیا میخواد از اونها استفاده بکنه در شرایطی که چین به هر حال کشور دموکراتیک نیست، یعنی چین نیازی هم به این نداره که حالا اگه این فشارها به این تبدیل نمیشن که حکومت چین عوض بشه، برخلاف کشور مثل کره جنوبی یا ژاپن که این فشارها میتونن به تغییر دولت بیانجامن. شاید بعد یه بار دیگه سوالم رو جور دیگه مطرح کنم. بحث من این هستش که چین ممکن هست که پشت ایران بیسته در این دعوا به خاطر اختلافاتی که خودش در حال حاضر با آمریکا داره، یا نه فکر میکنید ایران خیلی در واقع در این معادله نقش خیلی کمی داره برای اینکه چین بخواد اون رو وارد بکنه در دعواش با آمریکا؟ به همین دلیل دقیقاً گفتم سیاست‌های چین سیاست‌های دفاعی و نه سیاست‌های تهاجمی. من فکر نمی‌کنم که چین، مقام‌های چینی عمدتاً تصمیم‌گیری‌هاشون بر اساس این نیست که چه کشوری باید حمایت بکنن. مقام‌های چین چه الان چه گذشته معمولاً سیاست‌هاشون برای خیلی متمرکز بر چینه. چین یک کشور بسیار پهناور و بزرگه. من خیلی معتقد نیستم که چین احتمالاً سیاست‌های خودش رو بر اساس این می‌چینه که حالا باید از ایران حمایت بکنه یا از روسیه یا از آمریکا. البته موضعی احتمالاً دفاع خواهد کرد، این کارو در گذشته هم چین کرده هم هند کرده هم کشورهای دیگه، احتمالاً تا یک مقطعی تا اونجا که منافع خودشون رو لازم نشه به اصطلاح کوتاه بیان ممکنه در یک صف هم با ایران قرار بگیره. دقیقاً سوال این هستش که آیا منافع ایران و چین الان در یک راستا قرار میگیره در مقابل آمریکا؟ خب ببینید الان مثلا من فقط میتونم اون وجه اون سفر آقای اخیر آقای ظریف به پاکستان رو بگم و به اصطلاح صحبتایی که ایشون در مورد بندر گوادر کردن، بندر گوادر که بزرگترین منبع به اصطلاح سازندش، بزرگترین منبع مالیش، حالا به جز کمک هایی که اخیراً از عربستان و عربستان سعودی هم میگیرن، چین هست. چین اصلا پشت یک بندر راهبردی نظامی غول‌آساس واقعا. و الان صحبت این شد که اصلا ایران هم در کار بندر گوادر مثلا مشارکت داده بشه و دعوت کرد که پاکستان در کار و چین در کار به اصطلاح چابهار مشارکت کنن، احتمالاً یک زهر چشمی هم می‌خواست به هند بره از این بابت که خب فکر نکنید برای همیشه قرارداد چابهار رو میشه به تأخیر انداخت. اما میشه دید واقعاً حداقل مقطعی و مدت زمان محدودی میشه تصور کرد این چیزای سیاسی رو میان کشورها. من می‌خوام سوال آخر خیلی کوتاه که... بله بله بفهمید آقای تا. من فقط می‌خواستم بگم که روابط چین و هند چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی با روابط هند با ایران یا چین با ایران قابل مقایسه نیست. و بندر گوادر و بندر شابهار هم کاملا دو مسئله مختلف هستند برای دو کشور چین و هند، دو تا مسئله استراتژیک بسیار مهم و راهبردی. احتمال اینکه اینها با هم در شرایط فعلی به خصوص با وجود شی جین پینگ و نارندرا مودی در رأس قدرت در هند و چین، احتمال اینکه اینا با هم وارد تعاملی بشن در مورد این مسائل در حال حاضر خیلی کمه. نه، یه سوء تفاهم شد فکر کنم. منظورم این نبود که هند و چین در زمینه بندر گوادر و بندر چابهار با هم مشارکت کنن. نه، مطلقاً چابهار یه بندر به اصطلاح تجاری هست و اساساً عرصه اون فعالیت هند در چابهار متفاوت هست از چین در گوادر، همونجوری که شما مطلع هستید. منظورم مشارکت پاکستان و چین با ایران بود نه با هند. متوجه اید؟ منظورم مشارکت هند و چین نبود متوجه. در زمینه ای خواهد خواهد امان حال وقت کم است. من فقط میخوام از شما از همه میخوام یک سوال خیلی کوتاه با توجه به اون چی که الان در تصویر میبینیم،
چقدر فکر میکنید بحث گفتگو به یک نقطه ای رسیده که احتمالش بیشتر هست؟ چقدر فکر میکنید که ممکنه که این اتفاق بیفته؟ ببینید، من به نظر من یک مسئله فوق العاده خطرناک و فاجعه بار این هست که الان تقریبا کانال ارتباطی و گفتگو بین ایالات متحده و ایران کمه، وجود نداره. حتی در 40 سال گذشته، در 14 دهه گذشته، حتی در واقعا در پایین ترین مرحله روابط دیپلماتیک و در اوج شعارها و جنگ کلمه با هم، اینها کانالهای ارتباطی داشتن. و حالا ببینید، مذاکره معنیش این نیست که دوباره برگردیم بیایم بریم مثلا وین بشینیم با هم مذاکره کنیم، ولی کانال ارتباطی رو به عقیده من ایران باید با تمام تلاشش، با تمام توانش تلاش کنه، هم با ایالات متحده و هم در راستای تنش‌زدایی با عربستان سعودی. به قول دوستان، اصلا نباید منتظر پایان این ترم انتخاباتی آقای ترامپ شد و در خیال تصور کرد که کاملا بعض متفاوت خواهد شد. آقای حسینی فر، نظر شما؟ من یه نکته اشاره کنم راجع به مسئله چین، رابطه چین و ایران و آمریکا. واقعیتش اینه که چینی‌ها با توجه به منافعشون دارن یه بازی دوگانه‌ای رو پیش می‌برن. فرض کنید که الان با توجه به این جنگ تجاری که با آمریکا یاد دارن، اگر پاش بیفته میتونن حتی در مورد ایران یه مقدار بیشتر از اینا هم کوتاه بیان. گرچه همین الان هم خب یه مقدار روابط بانکیشون رو با ایران محدود کردن، ولی همزمان خب اجازه دادن که ایران بره میلیون‌ها بشکه نفت در بنادر چین ذخیره بکنه برای فروشش. یک همچین بازیای دو متفاوتی می‌کنن ایران و آمریکا. ولی راجع به اون مسائل مربوط به اینی که واقعا چشم‌انداز چه خواهد شد این حرفا، به نظر میاد که همونطور که اشاره شد، ایران سیاست خوبی رو پیش نمیبره. یعنی این سیاست انفعالیه. اونم در نظر بگیریم، همونطور که اشاره کردم، یه مقدار میتونه ابتکار عمل به دست بگیره. اینی که فرض کنید بیاد وسط بگه که من برای 3 سال هم برنامه موشکی، هم برنامه هسته‌ای رو منجمد میکنم، بیان بشینیم راجع به ساختار امنیتی منطقه، راجع به روابط منطقه، راجع به روابط با آمریکا، مسائل مربوط به خصوص موجودیت اسرائیل صحبت بکنیم، یا مثلا مسائلی از این دست رو باید بذاره روی صحنه، روی میز، و بتونه به اصطلاح ابتکار عمل رو در دست بگیره. این سیاستی که در تهران پیش میره، خب سیاستی به خصوص اگه تا اگر جنگ هم نشه، همین تحریم ها نگاه کنیم که چقدر داره روز به روز توسعه این مملکت رو به عقب میندازه و ما رو با مشکلات بسیار مواجه میکنه. متشکرم از هر سه شما، تماج تاهباز، حبیب حسینی فر و اینجا فاطمه امان، ممنونم که در این بحث شرکت کردید. ما در 2-3 روز گذشته بسیاری از ما با بهت و ناباوری خبرهای مربوط به قتل میترا استاد، همسر یکی از چهره‌های نامدار دولتی در ایران را دنبال کردیم. به خصوص اینکه کسی که قتل را به گردن گرفت همسر او محمد علی نجفی است، کسی که از آغاز جمهوری اسلامی سمت‌های زیادی داشته. آخرین مسئولیت او شهرداری تهران بود که از آن استعفا داد. قبل از شروع بحث با مهمان برنامه ویدیوی کوتاه ببینیم از خلاصه آنچه که گذشت. هول شدن، تقریبا گلاویز شدن با من. هنوز تو وان نرفته بودن، خودشون انداختن رو من که اصله در واقع آماده بود. هیچ جا نمیذاشت من حضور پیدا کنم بدون ایشون. دلیلش من فکر میکنم یک شک واقعا بیمارگونه داشت، یا شاید یه نوع توهم. رفتن حمام، گوشی تلفن منم با خودشون بردن که به قول خودشون من به کسی زنگ نزنم. در واقع دست داده میشه، ایشون دست میده، رفتارمون همواره رعفت و رحمت توان با اقتدار. این کتی هستش که آقای نجفی به اون همسر دومشو به قتل رسونده. 13 تیر بوده توش. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. اساساً
اقرار اگر که در جلسه دادگاه به صورت دقیق رسیدگی نشه کافی نیست برای اینکه کسی خودش رو قاتل اعلام بکنه. این قتل و اونچه که بعد از اون در فضای مجازی و رسانه‌ها اتفاق افتاد میتونه محور ساعت‌ها تحلیل و نظر باشه، اما در این برنامه قصد داریم تنها به یک پدیده بپردازیم که بعد از این قتل بسیاری از اون از ما با اون آشنا شدیم، پدیده پرستو. گرچه که من در آغاز این بحث باید تاکید بکنم که به هیچ عنوان با اطلاعاتی که در حال حاضر درباره این پرونده داریم نمیتونیم بگیم که آیا میترا استاد به اصطلاح پرستو بوده یا نه، یا ارتباطی اصلا با نهادهای اطلاعاتی داشته یا نه. تنها داشته های ما درباره ادعاهای مطرح شده توسط خود آقای نجفی، دختر او، و اون چه هست که اونها گفتن درباره ارتباط بین نهادهای اطلاعاتی و خانم استاد. یادآوری نکته هم ضروریه که وزارت اطلاعات داشتن ارتباط با خانم استاد رو رد کرده. اما برای بحث درباره این موضوع از کسی دعوت کردیم که درباره عملکرد وزارت اطلاعات تحقیقات زیادی کرده، دربارش کتاب نوشته. اکبر گنجی روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب تاریخخانه اشباح و عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری از نیویورک با ماست. خوش آمد میگم آقای گنجی. من اول میخوام از شما بپرسم که در مورد این پدیده، حالا در انگلیسی بهش میگن هانی تراپ، به نظر میاد که این همون پرستو هست که الان در ادبیات فارسی ازش استفاده میکنن، چه میدونیم از سابقه استفاده از این در ایران؟ نکته اینه که تمام سازمانهای اطلاعاتی جاسوسی در سراسر دنیا از این روشها استفاده میکنن. در طول جنگ سرد شوروی و آمریکا علیه یکدیگه و متحدانشون از این روش ها استفاده میکردن. نکته دوم اینه که در ایران در زمان شاه سواک از همین روش ها استفاده میکرد و فیلمش هم موجوده، یعنی برای به دستور شاه برای آقای فلسفی و آقای شجونی زن بردن، عکس گرفتن، فیلم برداری کردن و عکساش هم خب پخش کردن همون زمان که تاثیر گذاشت و پادیستان خاطراتش نبوده. نکته سوم اینه که همه افرادی که در معرض این نوع پدیده قرار میگیرن واکنش یکسانی نشون نمیدن. دستگاه امنیتی اطلاعاتی این کارو میکنن علیه دشمنان خودشون، برای جاسوسی، برای اطلاعات گرفتن، و در داخل علیه مخالفین و منتقدین خودشون که اونا رو بدسابقه کنن، بدنام کنن و تو جامعه بی‌حیثیت کنن. ولی به هر حال همه افرادی که در معرض این قرار میگیرند واکنش یکسانی ندارن. یه عده‌ای کاملا تابع شهوت میشن و خودشونو میبازن و این پدیده بسیار بسیار بدیه. لذا این مردهایی که اسیر شهوت میشن و عقلشون رو از دست میدن و میرن این کارو میکنن، این کار نادرستیه و مخصوصا اگه فرد همسرم داشته باشه، خب به همسر خودش هم خیانت کرده و اونم امر مذمومی هستش. آقای گنجی، ما اینجا نمیتونیم در واقع در مورد مسائل اخلاقیش ما صحبت نمیکنیم، ما بیشتر در مورد اون چه که در فضای اطلاعاتی اتفاق میفته. این خانم ها که گفته میشه که از اونها وزارت اطلاعات ایران هم استفاده میکرده در سالهای گذشته، شما تحقیقات زیادی در مورد وزارت اطلاعات کردید، سابقه این کار به کی برمیگرده؟ آیا از آغاز انقلاب بوده؟ شما گفتین قبل از انقلاب هم بوده، ولی بعد از انقلاب از کی آغاز شده؟ بیشتر به دوران آقای علی فلاحیان برمیگرده، یعنی دهه 60 که خب جنگ بود، جامعه خیلی بسته بود، و ولی بعد از جنگ و بعد از اینکه آقای رفسنجانی شد رئیس جمهور، خورده فضا باز شد به لحاظ اجتماعی و اینا، روابط گسترده شد، وزارت اطلاعات هم وارد یک همچین جریان‌هایی شدش که من نمونه هایی برای شما ذکر خواهم کرد. منتها ببینید این خانم هایی که ازشون استفاده میشه برای این کارا در همه جهان و در ایران هم، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، بعضی موقع با مصیبت های بدی گرفتار میشه همین خانم های تومه. بعضی هاشون کشته میشن، بعضی هاشون خودکشی میکنن و اینم باید در نظر بگیریم. یعنی اینطور نیستش که مثلا این خانم به عنوان سوژه استفاده شده که یک کسی رو به دام بیندازن بعد این تا آخر زندگیش مثلا داشته
در ناز و رفاه زندگی کنن. نه، یک جاهای همینا رو مجبور شدن بکشن، از بین ببرن. هم زمان شاه نمونه داره، هم الان نمونه داره، و اگه خواستید من از زمان شاه هم براتون نمونه هاشو میگم مشخص با مدرک و سند. اما بپردازیم به همین مورد جمهوری اسلامی که الان شما سوال کردید، من براتون یه مقدار چند نمونه بگم که میگم یعنی برای مقاصد سیاسی که داره این کارو میکنه. یعنی دستگاه امنیتی قبلا وزارت اطلاعات این کارو میکرد. الان توجه بکنید که از موقعی هم که سازمان اطلاعات سپاه آغاز به کار کرده، اونها هم این کارو میکنن و بیشتر الان اونها دارن این کارو میکنن. ولی حالا موقعی که از زمان آقای فلاحیان شروع شده، مثلا ببینید فردی الان قراره مثلا زده بشه یا یک جریان سیاسی زده بشه، خب میخوان این جریان بزن. فرض بکنید که یه آقایی مثلا، شما میگید روشاش چجوری آشنا میشن، مثلا یه آقای منشی داره، مثلا یه آقای یه جایی کار میکنه، به هر حال به طور طبیعی منشی داره، بعد با این منشیش مثلا شروع میکنه رابطه برقرار کردن. حالا یا اینه که وزارت اطلاعات مثلا یا سپاه اینا رفتن سراغ اون خانم و یه جوری این رابطه رو برقرار کردن، یعنی اون کردن عامل خودشون، یا خود اون آقا اصلا یه نوع گرفتاری های این شکلی داره. منتها وزارت اطلاعات و سپاه چون رو این مسائل، رو افراد مشخصی حساس هستن، از اینجا سوار کار میشن. خب من الان نمونه به شما بگم، یه آقایی بود که دارای زن و بچه هم هستش و به یه گروه سیاسی خیلی خیلی مهمم مربوطه. خب این آقا مثلا با بسیاری خانم ها ارتباط داشت و اونجایی هم که بودش همه افراد این ماجرا رو میدونستن. من خودم در یک جلسه در حضور مثلا 7-8 نفر شاهد که همشون هم الان موجود هستن، با آدم های حسابنامه هستن، به یه آقایی گفتم آقا شما برو به این رهبر اون گروهتون بگو که وقتی که من و بقیه آدمایی که اینجا کار میکنیم میدونیم که این آقا با این خانوم ها، با منشی خودش و با خانوم های دیگه رابطه داره و این کارو داره میکنه، قطعا وزارت اطلاعات میدونه، قطعا سپاه میدونه، قطعا آقای خامنه‌ای هم میدونه. ولی چرا الان کاری نمیکنه؟ به خاطر اینکه امروز نیازی نداره این کارو بکنه، بدین آقا رو بگیره چیکارش بکنه. ولی شما بدونید که سر موقع قطعا اینو برخورد میکنن و جریانتون رو به وسیله همین آدم نابود میکنن. اون آقا هم پیغام منو برد، ولی به خاطر رفیق بازی هیچ برخوردی نکردم و اون بابا هم به کارش ادامه داد. سر یک بزنگاه مهم تاریخی، سازمان اطلاعات سپاه از همین فرد استفاده کرد، تبابش که سر همین برنامه یک ارتباطاتی که با خانم‌ها داشت و یک ضربه بسیار مهلکی به اون جریان زد. ولی همون آدم الان هست و جدیداً من خودم دیدم که تو همین آخرین ملاقاتی که آقای خامنه‌ای داشت جزء با مسئول نظام اون پایین نشسته بود تو جمع بودش. خب این یه نمونه، ولی خب استفادهشو سازمان اطلاعات سپاه از این فرد کردش، یعنی علیه اون جریان سیاسی. متوجهم آقای گنجی. بنابراین میفرمایید که این اتفاق در مورد بسیاری از فعالان سیاسی ممکن بوده افتاده و اتفاق افتاده. در مورد سایر چهره ها چطور؟ مثلا چهره های فرهنگی، چهره های اجتماعی، در مورد اونها هم ممکن بوده؟ بله، ببینید فقط هم شما اینجوری در نظر نگیرید، حالا مثال میزنم براتون، فقط هم اینجوری در نظر نگیرید که اینها از خانم ها استفاده میکنن به عنوان تومه علیه، چون شما فرمودین نیروهای سیاسی و فرهنگی و اینا، علیه مخالفین به طور کلی استفاده میکنن، ولی خودشون هم استفاده میکنن. یک نمونه شما، من نام نمیبرم، در صورتی که شما اسم کتاب منو بردید تو اون کتابا من با اسم و فامیل نوشتم، ولی خب حالا اینجا شاید خانوادهش راضی نباشن، به هر حال نام ببرید، لطفاً نمیبرم. همون مهماندار شرکت هواپیمایی آسمان که شما خاطرتون هست، من همون زمان در داخل ایران این ماجرا رو افشا کردم، تو روزنامه ها نوشتم و تو اون کتابم اومده. خب اون خانوم، من اونجا هم به صراحت نوشتم، با شخص علی فلاحیان رابطه داشت، یعنی خود علی فلاحیان داشت این کارو میکردش و من اینو در چندین مقاله نوشتم که این ارتباطو داشت. بعدم یک جایی که بعد از دوم خرداد دیدن این ماجرا خطرناک شده و ممکنه افشا بشه و اینا، یه شبی بردنش خیابان پاسداران، طبق معمول هم عقب بهش گفته بودن آرایشگاه بره، چون خرمه خدمت حاج آقا میرسید آرایشگاه هم باید میرفت، و بعد هم همونجا کشتنش و جنازش رو تو ماشینش گذاشتن و رفتن و تو پرایدش گذاشتن و رفتن.
و خب شما ببینید من تو همون جریان نه تنها اینو نوشتم، بلکه موقعی که من در گرفتم بردن زندان و 6 سالم تو زندان بودم به اتهام تبلیغ علیه نظام، نمیدونم اهانت به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی، از تو زندان نامه دادم تو روزنامه‌ای که اون موقع چاپ شد، از علی فلاحیان و محسنی اژه‌ای دعوت به مناظره کردم و به علی فلاحیان هم نوشتم که آقا سر همین ماجرا هم بیا و من اونجا افشا میکنم که چی بوده. اصلا جواب نداد و شکایتم نکردن علیه من. یعنی منو اصلا چیز آقای گنجی بحثی که پیش میاد، شما اشاره کردید به اسم آقای فلاحیان، ما تصوری که جمهوری اسلامی ارائه میده از افرادی که مشغول به کار هستند در این حکومت این هستش که اینا افرادی هستند که تهذیب نفس میکنن، آدمایی هستند که باید به قول معروف آدمایی باشن که مواظب رفتارشون باشن، رفتارشون باید اسلامی باشه و فضاهایی هم که بیشتر هم فضاهای مردانه است، فضاهای کار در جمهوری اسلامی. روشن هست که چطور این امکان فراهم میشه؟ آیا فقط یک طیف خاصی، مثلا طیف‌های کمی معتدل‌تر در خطر قرار میگیرن یا نه ممکن هست که طیف‌هایی که مثلا مذهبی تر هم هستند با این پدیده روبرو بشن؟ خانم ببینید، این نه مذهبی داره نه غیر مذهبی داره نه تهذیب نفس داره. خاطرتون هستش که مونتسکیو میگفتش که قدرت فساد آوره، لرد اکتون هم گفتش قدرت فساد آوره و قدرت مطلق فساد مطلق میاره. موقع که این روحانیت قبل از انقلاب که تو قدرت نبوده اومده تو قدرت قرار گرفت و قدرت مطلقه، شما الان حجم فساد مالی جمهوری اسلامی رو ببینید چقدر، یک فساد سیستماتیک. این بحث ها چیه؟ تهذیب نفس و اینا، این الان این فساد سیستماتیک که تو این نظام الان وجود داره، خب خیلی رتبه بالایی ما داریم. در این مسئله یه نکته اضافه ای هم بهتون بگم، اتفاقا اگه فرد مذهبی باشه میتونه توجیه مذهبی هم بکنه، کمون که من شنیدم یه آقای دیگه ای که حالا نمیخوام نام ببرم چون اونم آدم مشهوری و با 5-6 تا خانم رابطه داشته و اینا، خودش تعریف میکردش که من یه موقع خدمت آقای فلسفی رسیدم، گفت کار بدی نکردی، ما هم زمانش رو بردن و خلاصه یه حالی به همون دست دادش، هم کاری که سواب کرده بود. یعنی یه توجیهات مذهبی هم میتونه براش بیاره، مثلا بگه من صیغش کردم فلان کردم. اما بذارید من حالا یه نمونه دیگه برای شما بگم که مهم هستش که علیه مخالفین استفاده میشد، که شما ببینید شیوه ها چجوریه. در همین دوره وزارت اطلاعات علی فلاحیان، من یادمه ما تو جلسات مطبوعاتی سیاسی با دوستان مختلف جاهای مختلف که شرکت میکردیم تو اون دوره، تو همون اوائل دهه 70، همه به همدیگه هشدار میدادن که یه اسم یه دختر جوون زیبایی رو می آوردن، یه دختری بود جوون بود زیبا هم بود، اسم و فامیلیش می گفتن فلانه، حالا من اسم نمیارم، و می گفتن که مواظب باشید این تومه وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات می فرسته سراغ مخالفین ناقدین و بعد اون ماجراها پیش میاد و بعد دیگه شما دیگه اسیر وزارت اطلاعات میشید و دیگه تا آخر رو برو بین. بعد لذا تمام این افراد اگر مثلا هیچ موقع با این خانم کسی رابطه ای نداشت، بگه یه جایی کسی این خانم از دورم میدید در میرفت، که یه موقع ما مثلا با این خانم برخوردی نداشته باشیم، همه میترسیدن. حالا جالب بود سر یه موقع یه آقای فوت کرده بود، یه آقای مشهوری فوت کرده بود، خب موقعی که کسی فوت میکنه همه میرن مراسم ختم دیگه تو ایران تو مسجد بزرگی گرفته بودن، حالا اسم نمیبرم چون نمیخوام دقیق روشن بشه این مسجد، چون بگم اینا روشن میشه دقیقا کی هستش. این مسجد رفته بودن همه ختم و سردبیر یکی از همین نشریات که باز معروفه از این اصلاح طلبا، اینم رفته بود تو اون ختم. بعد که اومده بود شهر میدادش که بعد که مردا یه طرف هم خانم ها یه جا قسمت ها جداست، منتها بعد که جلسه تموم شد ختم اومدیم بیرون تو خیامون، خانم ها بودن آقایون بودن، میگفتن یه این خانم ثبت شد ما دیدیمش، و میگفت همه فاصله میگرفتن و بعد میگفت دیدیم یواش یواش یک سردبیر مشهور یکی از همین روزنامه‌های اصولگرا با همین خانم سوار ماشین شده رفت. متوجه. ولی آقای گنجی، این که شما میفهمید بنابراین یک پدیده همه‌گیری هست، اما آیا وزارت اطلاعات این رو فقط برای انگیزه های مثلا مثل برحال هر وزارت اطلاعاتی در خدمت یک سیستمی هست و داره برای اون سیستم کار میکنه، آیا در خدمت اونها استفاده میکنه یا بیشتر الان شده یک بحث های جناحی، در واقع زدن جناح مخالف و بیشتر برای اون کار استفاده میشه؟
ببینید، اول سیستم‌های اطلاعاتی علیه هر کسی ممکنه همه این کارا رو استفاده کنن، کمون که ساواک شما الان گزارشاش که منتشر شده نگاه کنید، علیه همه، برای همه مقامات پرونده تشکیل میداده، کارش این بوده. خب شما میخواسته ازشون این کارو بکنن، میکنه. وزارت اطلاعات هم خب این کارو میکنه، سازمان اطلاعات سپاه هم این کارو میکنه، چون هر فردی که امروز خودیه فردا قرار بشه ناخودی و این طبیعیه. بذارید من دو تا مثال دیگه برای شما بزنم. در مورد همون خانومی که به شما گفتم یه دونه مثال بزنم، بعد یه مثال دیگه میزنم. در مورد همون خانوم، یه آقای سیاسی بسیار خوشنامی بودش، یه چهره فرهنگی، چون شما گفتید یه مثال فرهنگی بزنید، یه چهره فرهنگی مطبوعاتی ما داشتیم، بسیار بسیار آدم شریف، پاک، بی‌نظیر. متاسفانه زود فوت کرد و رفت. خب یه موقع وزارت اطلاعات، چون آقای خامنه‌ای هم به اون فرد خیلی حساس بود، می‌خواستن بزننش و خود وزارت اطلاعات و سپاه اینا هم روی این آدم حساس بودن، می‌خواستن بزننش. یه بار میرن سراغ این آقا و بهش صحبت می‌کنن که میگن که چیزه، شما شاکی داری. ولی آقا میگه شاکی من کیه؟ موضوع شکایت چیه؟ میگن که خانم فلانی، یعنی همون خانمه که حالا ما اسمش رو نمیاریم تو ماجرای قبلی بود، میگن این خانم فلانی شکایت کرده که با شما باش رابطه داشتی و با شما با اون هم بستر شدی. اون آقا هم خب همسر داشته، فرزند داشته، البته خدا بیامرزه الان زنده نیستن. بعد اون گفته بودش که من باشه، من اتهامو قبول میکنم، منتها به یه شرط. اونا گفته بودن خب شرط شما چیه؟ گفته بود شرط من اینه که من بدنم با بدن تمام مردای جهان تفاوت داره و یک تفاوت اساسی داره که هیچ مردی تو جهان این ویژگی رو نداره. اگر این خانم من هم بستر شده باشه، هم میتونه بگه که اون ویژگی چی هستش. و اونا هم مونده بودن و بعد با ناراحتی چند تا فوش داده بودن و بهش گفته بودن بی‌تربیت و گذاشته بودن رفته بودن. همین خانم الان کارفرماهاش عوض شدن، یعنی همین روش رو ادامه میده، کارفرماهاش دیگه داخلی نیست، از کارفرماهای خارجی پیدا کرده این خانم. ولی این روش ها، ببینید این چهره که گفتم چهره فرنگی بود، چون شما گفتید که آیا فقط علیه چهره های سیاسی استفاده میشه؟ نه، شما اگه چهره فرنگی باشید، سیاسی باشید، اجتماعی باشید، هر چی باشید، اگر یه وزنه ای از شما بترسه، این رژیم سیاسی برای شما پرونده سازی میکنه، این کارو میکنه. من یه مورد دیگه برای شما مثال بزنم از روش‌های کثیفی که استفاده میکنن. اینو خودم با چش خودم دیدم. یه زمانی بود یه ماجرای پیش اومده بود که یه جایی ما رفته بودیم دانشگاه تهران و ریختن ما رو کتک زدن، و اینا قبل از دوم خرداد بود، همون اول دهه 70 بودش. اون موقع قاضی مرتضوی قاضی شعبه 1410 کارکنان دولت. و این بعد ما 110 نفر یه بیانیه دادیم و بیانیه‌مون تو روزنامه‌ها چاپ شد اعتراضی، و بعد این روزنامه کیهان نوشت اینا همشون جاسوس آمریکا هستن. ما رفتیم از روزنامه کیهان از حسین شریعت مداری شکایت کردیم که آقا این ورش نوشته اینا جاسوس آمریکا هستن. خب چیزه، شکایت ارجاع دادن به آقای مرتضوی. یک سال هم اینطور میگذشت و اصلا رسیدگی نمیشد. یه روز من بلند شدم رفتم اونجا پیش مرتضوی و گفتم آقا این ماجرا چی بود؟ گفت کدوم ماجرا رو میگی؟ پیش گفتم آقا ما شکایت کردیم. یعنی چی یک سال گذشته؟ گفت پرونده رو بردن نگاه کرد. چی گفت؟ بگی برو بشین اونجا بخون. من چیزه، ما هم همونجا تو دفترش که صندلی ها چینده بودن رفتم و تنش هستم شروع کردم بخوندن. داشتم حالا اینو میخوندم که ببینم چی هستش. بعد یه دفعه دیدم که 4-5 تا از این نیروهای اطلاعاتی امنیتی وارد شدن، با یه سری فیلم های ویدئویی گذاشتن پیش مرتضوی، در گوشش خورد پیش پیش کردن که من نشتمم. بعد صدا کردن یه خانم چادری از بیرون اومدش. این خانم چادری اومد و بعد مرتضوی بهش گفتش که خانم ببین، این فیلم هایی که میبینی اینجا هستش، اینا فیلم های شوهر شما هستش، شوهر شما با یه خانومی ارتباط داشته، اینا هم فیلماش که ما داریم، شما از شوهر طلاق بگیر. اون خانم نه، من به شوهرم 100% اطمینان دارم، طلاق نمیگیرم. خانم رو بیرون کردن، شوهر رو بردن تو. به شوهر گفتش جلوی من این فیلما رو میبینی، این فیلمای خانومته، خانومت با گنجی. من با صحبتتون رو قطع کنم، وقت ما تمومه، چون برنامه‌ام زنده است، وقت زیادتری نداریم. من عذرخواهی می‌کنم، این داستان‌ها حتما شنیدنی هست، اونایی که علاقمند هستن میرن می‌خونن. خیلی متشکرم از اکبر گنجی که در مورد برنامه‌ها و سیستم‌های سیستم اطلاعاتی ایران برای ما توضیح میداد، و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه 2 آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو می‌تونید روی وبسایت ما و روی سایت یوتیوب هم ببینید، روی پادکست هم بشنوید. شب روزتون خوش. We'll be right back.